بحران خشکسالی 50% حاصلات گندم و هرات را در سال روان کاهش داده است. رئیس اداره زراعت و مالداری هرات میگوید سال گذشته بیشتر از 600 هزار متریک تن گندم در هرات برداشت شد، اما امسال محصول گندم در حدود 300 هزار متریک تن تخمین می‌گردد. در همین حال دهقانان متضرر از خشکسالی سال روان را حاصلاتشان به پایین ترین سطح میبینند. آنان از دولت میخواهند تا برای رسیدگی به خود برنامه های حمایتی را روی دست گیرند. خشکسالی بر زراعت و مالداری در تمام کشور سایه سنگین انداخته، اما در هرات شاید بیشتر. مسئولان در اداره زراعت، آبیاری و مالداری هرات میگویند خشکسالی امسال باعث کاهش محصولات کشت گندم علل می شده است. رئیس این اداره میگوید بر اساس بررسی های ابتدایی حاصل گندم امسال تا 50% کاهش را نشان میدهد. سال گذشته 600 هزار متریک تن تخمین زده می شده، آمار کمکارا دادند، و امسال 300 تا 350 هزار تخمین زده میشه که همو 30 تا 50% که ما گفتیم همون با همون انتروال همون محدوده شاید باشه. میزان بارندگی امسال هرات کمتر از 100 میلی متر بوده و باعث خشکسالی شدید، کاهش قابل ملاحظه کشت و باعث از بین رفتن علفچرها شده و فشار زیادی را برای مالداران و دیاقین وارد کرده است. خشکسالی سال روان روستانشینان در ولسوالی های هرات را در شرایط بد اقتصادی قرار داده است. دیگه کشت نداریم از گندم، دیگه سال دو خروار دو نیم خروار گندم برمی دیشته، اما امسال قطعا امو گندم را با گوسپندا فروختیم که قطعا حاصلات نشو. امسال گندم بخیه هیچ چی دیگه قطعا بود، امو بعضی که کشتی بیدا که پیتو ویس بخبر بود ساعتیش خوش شد برابط که خود او بود نمسار نشو بارندگی نبود، خیلی ضعیف بود گندم شد. دیگه سال ار دیریم سخروار دیریم خروار میکردار امسال از 150 من رو 180 من بالا نمیزنه. اما با این حال رئیس زراعت هرات میگوید همکنون بیشتر از 8000 متریک تن گندم در سیلوی هرات موجود است و مردم به کمبود گندم مواجه نخواهند شد. یکی دیگر از نگرانی مالداران کمبود علفه برای مواشیشان است. تلاش ها جریان داره. تا اکنون برای 12165 مالدار علفه حیوانی یا توزیع شده و یا در حال توزیع، یعنی چیزیه که تدارکات از او خلاص شده و در حال توزیعه که به 11 ولسوالی تحت پوشیشه. ولسوالی های زندجان، کوسان، کشککونه، ادرسکن، گلران، کروخ، پشنوزرغون، شندند، زاول، قوریان و رباسنگی. متبقی ولسوالی ها هم تماس هایی که ما به وزارت داریم از بودجه خود دولت قراره که مقدار در قسمت تخصیص داده بشه. از سوی شورای ولایتی هرات خواهان اقدامات عاجل دولت برای کمک به دهقانان و مالداران است. در اکثریت ولسوالی ها ما مردم خرج امسال خوب اساس از این که مثلا گندم که از نان خوش استفاده میشه، اکثریت خانواده هایی که کش کردن پول ترکتول دادن، تخمی که به زمین رختاندن امور به دست نوردن، از گوشتگی دست پنجه نرم میکنن و دولت هم وعده سپرده که ما برای دیاقین و برای مالدارا کمک میکنیم. تا حال همچون کمک هم در ولایت هرات در هیچ ولسوالی صورت نگرفته. اداره محلی هرات هم پیامدهای منفی خشکسالی بر وضعیت زندگی مردم را نگران کننده میداند و از تلاش ها برای جلب کمک های حمایتی بیشتر در زمینه مدیریت بحران خشکسالی سخن میزند. بر اساس آمارهای ریاست زراعت هرات 30% از اراضی قابل کشت در هرات به گونه للمی است و 70% باقی مانده آبی است. بر اساس این آمار 90 هزار هکتار زمین تحت کشت للمی در هرات است که در بعضی از مناطق محصول این کشت صفر می باشد.